عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان گرامی فرادرس. بنده امید زندی هستم. در این آموزش می‌خواهیم به تقویت کننده توان کلاس A بپردازیم. تقویت کننده های سیگنال کوچک توان خیلی زیادی رو به بار تحویل نمی‌دهند. و برای اینکه یک توان قابل توجه رو به بار، یعنی مثلا یک اسپیکر تحویل بدیم، باید از تقویت کننده های توان استفاده بکنیم. در اینجا یک سیستم تقویت کننده صوتی رو مشاهده می‌کنید. سیگنال های صوتی از طریق یک میکروفون به یک سیگنال الکتریکی تبدیل میشه. دامنه این سیگنال خیلی کوچیک است. مثلا ممکنه که برابر با 10 میکرو ولت باشه. در طبقه بعد باید از یک پیش تقویت کننده یا پری امپلیفایر استفاده بشه که این پری امپلیفایر یک تقویت کننده سیگنال کوچیک است. دامنه سیگنال در اینجا خیلی بزرگ میشه. مثلا ممکنه که در رنج 10 ولت باشه. اما جریان اون فوق العاده کم هست. مثلا جریان اون 1 میلی آمپر هست که برای راه اندازی یک بلندگوی 8 اوم مناسب نیست. بنابراین در خروجی تقویت کننده سیگنال کوچیک ما از یک پاور امپلیفایر یا تقویت کننده توان استفاده می کنیم تا جریان هم تقویت بشه. در اصل میشه گفت که وظیفه پیش تقویت کننده اینه که فقط دامنه ولتاژ رو تقویت می کنه و جریان خیلی زیاد تقویت نمیشه، اما در طبقه تقویت کننده توان بهره ولتاژ تقریبا 1 هست، اما بهره جریان فوق العاده بالا هست. بنابراین تقویت کننده توان جریان خروجی رو تقویت میکنه که برای راه اندازی این اسپیکر هم سطح اون مناسب باشه. طبیعتا هم برای تغذیه پیش تقویت کننده و هم تغذیه تقویت کننده توان ما به منابع DC نیاز داریم. در اینجا مدار کامل تقویت کننده صوتی رو مشاهده می کنید. سیگنال میکروفون مثلا در اینجا 50 میلی ولت پیک تو پیک با فرکانس 1 هرتز هست که این سیگنال وارد یک تقویت کننده سیگنال کوچیک کامن امیتر و یا امیتر مشترک می شود. دامنه ولتاژ در کلکتور Q1 خیلی بزرگ شده، اما جریان اون خیلی زیاد نیست. بنابراین در طبقه بعد از یک آرایش کلکتور مشترک و یا CC استفاده می کنیم و برای اینکه جریان خروجی هم خیلی زیاد بشه در اینجا از آرایش دارلینگتون استفاده می کنیم. این اتصال دارلینگتون Q2 و Q3 باعث میشه که بهره جریان کل برابر بشه با بتای 2 ضرب در بتای 3. بنابراین جریان لازم برای راه اندازی بلندگو هم فراهم میشه. تقویت کننده توان با حروف A, B, AB, C و غیره دستبندی می شوند که در این آموزک می خواهیم به تقویت کننده توان کلاس A بپردازیم و سایر تقویت کننده ها هم در آموزک های دیگه فرادرس بررسی شده و برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ فرادرس مراجعه بکنید. در تقویت کننده کلاس A، ترانزیستور به عنوان المانی که جریان رو تقویت می کنه همواره در ناحیه فعال یا اکتیو قرار دارد. بنابراین چون ترانزیستور در ناحیه فعال قرار دارد، عملکرد اون هم خطی هست و هیچ اعوجاجی در خروجی هم ایجاد نمیشه. یعنی اگر ورودی به صورت سینوسی باشه، خروجی هم کاملا به صورت سینوسی هست، فقط دامنه اون تقویت شده. در حالی که اگر تقویت کننده یک کلاس B رو در نظر بگیریم، ورودی اون سینوسی هست، اما خروجی اون بدین صورت هست. یعنی مثلا پیک مثبت کلا حذف میشه و پیک منفی عبور پیدا میکنه و یا یعنی اینکه پیک مثبت تقویت میشه و پیک منفی کلا حذف میشه. از همه آرایش های تقویت کننده سیگنال کوچیک، یعنی امیتر مشترک، کلکتور مشترک و یا بیس مشترک، میتونیم به عنوان تقویت کننده کلاس A استفاده بکنیم. اما نقطه کار اون رو باید طوری تنظیم بکنیم که بیشترین بازده در تقویت کننده توان ایجاد بشه. مثلا در اینجا آرایش امیتر مشترک یا کامن امیتر رو مشاهده می کنید. سیگنال ورودی VIN هست که از طریق خازن کوپلاژ C1 به بیس ترانزیستور متصل میشه. برای بایاس کردن ترانزیستور از مقاومت‌های R1 و R2 و تغذیه VCC استفاده می کنیم. این مقاومت‌ها ترانزیستور رو در نقطه کار ICQ و VCEQ بایاس می کنند. ICQ جریان کلکتور در شرایط DC هست و VCEQ هم ولتاژ کلکتور امیتر در نقطه کار هست. برای پایداری حرارتی نقطه کار ترانزیستور میاییم از مقاومت RE در امیتر استفاده می کنیم. اما وجود این مقاومت
باعث کاهش شدید بهره جریان خواهد شد. برای رفع این مشکل در دوسر اون از خازن C2 استفاده می کنیم. به این خازن بایپاس می گوییم. چون فرکانس سیگنال ورودی VIN خیلی بالا هست، در نتیجه امپدانس C2 و همینطور سایر خازنها خیلی کوچک هست و عملا اون رو میتونیم صفر در نظر بگیریم. در نتیجه در مدار AC C2 رو اتصال کوتاه بکنیم، RE هم اتصال کوتاه میشه و امیتر به صورت مستقیم به زمین متصل میشه. علاوه بر این، برای اینکه RL تأثیری بر روی VCEQ نداشته باشه، در خروجی از خازن کوپلاژ CSA استفاده میکنیم، چون VCEQ بازه این تقویت کننده توان رو مشخص میکنه که حال در ادامه ریاضیات اون رو هم بیان خواهیم کرد. و در عمل ممکنه که یه بار RL 10 اوهم باشه و یه بار ممکنه که 8 اوهم و یا یه بار ممکنه که مثلا 2 اوهم باشه. در نتیجه اگر RL رو به صورت مستقیم به کلکتور متصل بکنیم، در این صورت بازه تقویت کننده به RL وابسته هست. برای رفع این مشکل کافیه که از خازن C3 استفاده بکنیم، چون امپدانس یک خازن 1 تقسیم بر CS هست و در فرکانس صفر S صفر هست، پس ZC بی نهایت به دست میاد و مدار باز خواهد شد. حال میخواهیم در این مدار بهره توان رو به دست بیاریم. اون رو با AP مشخص میکنیم، نسبت توان خروجی به توان ورودی. طبیعتاً چون سیگنال های ورودی به صورت سینوسی هستند، پس مدار AC رو در نظر میگیریم و در مدار AC خازن ها اتصال کوتاه میشه. بنابراین امیتر به صورت مستقیم به زمین متصل میشه. همچنین در مدار AC VCC رو هم به زمین متصل میکنیم. حالا اگر جریان سیگنال کوچیک کلکتور رو با IC نشون بدهیم، IC برابر میشه با GM ضرب در VBE. GM برابر هست با ICQ تقسیم بر VT و VBE هم ولتاژ بیس امیتر ترانزیستور در حالت AC هست. طبیعتاً در حالت AC C2 و C1 رو اتصال کوتاه بکنیم، منبع ورودی VIN کلاً در دو سر پیوند بیس امیتر ترانزیستور قرار میگیره، یعنی VBE معادل همون VIN هست. پس جریان کلکتور میشه GM ضرب در VIN. حال ولتاژ خروجی، یعنی ولتاژ این نقطه، برابر میشه با منهای GM VIN ضرب در مقاومت هایی که در کلکتور داریم، که RC موازی با RL موازی با RD خود ترانزیستور هست. RD برابر هست با ولتاژ LD ترانزیستور تقسیم بر ICQ. حال میتونیم توان خروجی رو به دست بیاریم، PAO. به خاطر AC بودن منابع یک ضریب 1/2 داریم، ضرب در پیک ولتاژ بتان 2 تقسیم بر مقاومت که RL هست. و طبق این رابطه پیک ولتاژ خروجی میشه GM VIN ضرب در RD. مقاومت RC موازی با RL موازی با RD رو به صورت R بزرگ D نشون میدیم. در نتیجه توان خروجی برابر میشه با GM ضرب در RD به توان 2 تقسیم بر 2 RL ضرب در پیک ورودی به توان 2. اینجا هم باید پیک سیگنال ورودی رو قرار بدیم. اما توان ورودی 1/2 ضرب در پیک ولتاژ ورودی همون VIN P هست که به توان 2 میرسد، تقسیم بر مقاومت ورودی، یعنی مقاومتی که از دو سر VIN به داخل میبینیم، که واضحه که برابر میشه با R1 موازی با R2 موازی با مقاومتی که از بیس میبینیم. R1 موازی با R2، چون امیتر به زمین متصل هست، مقاومتی که از بیس میبینیم R پای هست. R پای برابر هست با بتا VT تقسیم بر ICQ. بنابراین میتونیم بهره توان رو محاسبه بکنیم، نسبت PAO به PAIN. این دوتا رو بر هم تقسیم بکنیم، ضریب 1/2 هست میشه، VIN P به توان 2 هم هست میشه و GM RD به توان 2 ضرب در R1 موازی با R2 موازی با R پای تقسیم بر RL باقی میماند. حال بیاییم فرض بکنیم که RC و RL هر دوتا برابر با 20 اوهم هستند
RD ترانزیستور برابر با 10 کیلو اوهم باشه. RD اغلب یک مقدار فوق العاده بزرگتر از RL و RC هست و در نتیجه این رابطه رو محاسبه بکنیم، 20 مازی با 20 10 میشه و 10 اوهم مازی با 10 کیلو اوهم با دقت فوق العاده خوبی معادل همون 10 اوهم هست. همچنین بیاین فرض بکنیم که R1 و R2 هر دوتا برابر با 20 کیلو اوهم باشند. مقاومت های بایاس اغلب خیلی بزرگ هستند. همچنین R پای رو برابر با 10 کیلو اوهم در نظر میگیریم. حال AP رو محاسبه میکنیم. همچنین اگر بتای ترانزیستور رو برابر با 100 در نظر بگیریم و R پای 10 باشه، در این صورت GM برابر با 10 میلی زیمنس به دست میاد. در واقع جی ام معادل بتا تقسیم بر آر پای هست. 100 تقسیم بر 10 میشه 10 میلی زیمنس و یا میلی مهو. حال ای پی برابر میشه با 10 میلی زیمنس معادل 1/100 زیمنس هست. آر دی برابر با 10 هست. بتا آن 2 ضرب داره. آر 1 مازی با آر 2 میشه 10. 10 مازی با این 10 هم میشه 5 کیلو اوهم و یا 5000 اوهم و آر ال هم برابر با 20 هست. 1/100 ضرب در 10 میشه 1/10. بتا آن 2 میشه 1/100. 1/100 ضرب در 5000 میشه 50. 50 تقسیم بر 20 هم برابر با 2.5 به دست میاد. این یعنی که توان خروجی 2.5 برابر توان ورودی هست. البته من در اینجا مقادیر فرضی رو برای RC و سایر مقاومت ها در نظر گرفتم و در عمل این مقاومت ها رو طوری تنظیم می کنیم که بیشترین بهره توان به دست بیاد. حال باید توجه